خب زندگی در جریانه و میدونید که زیبایی های زندگی رو وقتی میخوایم لمس بکنیم آدم های خوب رو باید در کنار خودمون داشته باشیم و یکی از خوبترین اونها، یکی از محبوبترین اونها خواننده ایست که در جای جای دنیا وقتی میره سیل طرفدارانش به طرف او میان، به او عشق میدن، برنامه های قشنگش رو میبینن و لذت میبرن. خانم آقایان، همونجور که به شما قول داده بودم، اندی عزیز، این خواننده بزرگ ایرانی، مهمان برنامه امروز ماست. خیلی خوش اومدی. خوشحالم میبینم از همیشه سرحال‌تر. زنده باشی انشالله. اومدی تو این استودیو، بدون استودیو موقتمون ها داری میریم اون بعد داریم اشتیش میکنی. برای من هر جا تو باشی اونجا استودیو زنده تو. باشی انشالله. زنده باشی. میتونه یه آلونک باشه، میتونه یه قصر باشه، فرق نداره. تو هستی، همه چی خوبه. نظر لطفته. میدونید که بهانه این نشست امروز ما با اندی عزیز همانا کنسرت بزرگ ونکوور هست و میدونید که این روزها دیگه در ونکوور همه منتظرن که اندی و شینی با هم بیان و یک کنسرت باحال رو داشته باشن. برای ما از این کنسرت بگو در شروع کار. خب سالهاست ما ونکوور کنسرت نداشتیم. همونطوری که مردم دارن ازش استقبال کردن، ما خودمونم هیجان زده هستیم. به اضافه اینکه خب سالهاست ونکوور کنسرت نداشتیم، کووید هم تموم شده یا امیدواریم تموم شده و داریم میاییم بعد از کووید یک کنسرت واقعا جانانه ای تو ونکوور داشته باشیم. هیجان ما بیشتره به خاطر اینکه اورفیوم واقعا یکی از زیباترین سالن‌های کنسرت دنیا است. این یکی از قدیمی‌ترین ساختمان‌های به سبک یوروپین اپرا هاوسز که اونجا واقعا هم کنسرت های اپرا میذاشتن، حالا پاپ میوزیک میارن و پارسال مادرن تاکین اونجا بود، سولد اوت بود، امسال هم ما سولد اوت میشیم با هموطنامون و میخواییم از اول تا آخرم بزنیم و برقصیم و شاد باشیم. چقدر عالی، چقدر عالی. دیروز که از اندی عزیز صحبت میکردیم از اسلام داگ هم خدمت شما گفتم که یه قسمتی رو خونده و با آهنگ اندی عزیز رقصیده. او هم به جرگه ایرانی ها پیوسته. خیلی قشنگ، خیلی قشنگ، مردم خیلی خوششون اومده بود. از و جالبه که وقتی چک میکنه، چون من خودم خیلی دیر متوجه شدم، بچه ها طرفدارا اینا رو فرستادن، تازه متوجه شدیم. البته من فالوش میکنم چون خیلی کاراشو دوست دارم. این اواخرم که کمپانی دترو ریکوردز رو خریده و سی او شد و بیشتر از همیشه مطرح‌تر، یکی از مطرح‌ترین خواننده‌های رپ دنیاست و با آهنگ چه خوشگل شدی داره میرقصه و یه دفعه متوجه میشی که این آدم که این همه پاپولاره، تمام پستاش تو هزارها و ممکنه مثلا 2-3 میلیون ویو داره، این آهنگ به لطف ایرانی ها 12 میلیون ویو داره. واه واه، ماشاءالله. رکورد ویوهای خودش رو شکست. میلیون ها نفرم دیروز دیدم. آره. وقتی ما پخش کردیم بچه ها داریم اون قسمت رو، نه؟ همون قسمت استوب داگ رو که دیروز پخش کردیم. فریبا باید داشته باشه از دیروز. حالا خدمتتون عرض کنم که پیدا میکنیم و پخش میکنیم براتون. ما یه آهنگ چند روزی داریم پخش میکنیم. اندی جان ببخشید میونه حرفت، خواهش کنم تو بگو. من می‌خواستم بگم که برای من هیجانم بیشتر این نیست که آهنگ منو باش میرسه، اینی که یه سوپر استار در این لول موسیقی ایرانی پروموت میکنه. آره آره. و این درهایی که داره باز میشه تو هالیوود، حالا یا ستاره هست یا آهنگ موسیقی، اینا نویدهای دقیقاً مشتری اینجام هست، ایندیپندنس استودیو، و میاد خیلی وقتا با رویز رویس خودش میاد و در اینجا برنامه رو ضبط میکنن. من فکر میکنم با ایرانی ها آشناست و وقتی هم صحبت از ایرانی ها میشه برای همین سراغ آهنگ های تو میره، میبینه که کی دارن کدوم آهنگ ها دارن بیشتر گوش میدن. چه خوشگل شدی امشب. ولی آهنگ تو خیلی داریم پخش میکنیم اندی جان از این 4-5 روزی که اومده. دوست دارم هست برای ما از اون بگو. دوست دارم و الان تقریبا یه هفته است اومده بازار و خدا رو شکر مردم خوششون اومده و معمولا میگن تابستون آهنگای شاد بدیم. من فکر میکنم تابستون آهنگای عاشقانه باید بدیم، چون هممون یادمونه تابستون بعد از ظهر غروب که میشد عشق و عاشقی و اینا. اینه که این آهنگ خدا رو شکر مخصوصا در ایران خیلی استقبال شد، ازش از ساره تاجی که ترانه‌اش نوشته، از بهداد زهرانی که آهنگشو ساخته، از بهروز علیاری که تنظیمشو کرده، واقعا شاهکار کرده، تشکر میکنم.
اگر ویدیوشو دارید نگاه کنید. 100%. الان باز همین آهنگ خوشگل رو براتون پخش میکنیم و بدونید که اندی عزیز همین شنبه، اگر دارید برنامه رو شنبه نگاه میکنید همین امشب، و اگر دارید چهارشنبه نگاه میکنید همین شنبه. بریم با همین آهنگ زیبا رو از اندی عزیز ببینیم که بارها برای شما پخشش کردیم و فوق العاده زیبا و لطیف خونده. با هم نگاه میکنید. مشکی تو آرامش، نگاهت یاسمون ستاره، تو چشمای سیاهت بارون زده، تو چشمام از شوق دیدن تو قشنگ‌ترین حادثه است به من رسیدن تو. میدونی اما مغزه یاداوری عزیزم، امشب تو از همیشه زیباتری عزیزم، زیباتری عزیزم. دستام توی دستای توه، تو هر نفسم هوای توه، هر چی دارم برای توه، دوست دارم. لبخند تو یه زندگیه، شاید اینش دیوونگیه، اما واسم همیشگیه، دوست دارم، دوست دارم. پیش من نمیری، قول میزنم به قلبت، دستامو که میگیری، بخند و با خنده هات دنیامو زیر و رو کن، یه حال بهتر واسه هر دومون آرزو کن. میدونی اما مغزه یاداوری عزیزم، امشب تو از همیشه زیباتری عزیزم، زیباتری عزیزم. دستام توی دستای توه، تو هر نفسم هوای توه، هر چی دارم برای توه، دوست دارم. لبخند تو یه زندگیه، شاید اینش دیوونگیه، اما واسم همیشگیه، دوست دارم، دوست دارم. اگه منم اونجا بودم اینجوری تموم میکردم این ویدیو به این خوشگلی رو. تو هفته آسمون خیلی با احساس خوندی اندی. دوستا میگفتن که من میدونم چرا، ولی دوستا میگفتن که چرا اندی که خودش موش سیاهه از بلاند استفاده، مدل های بلاند استفاده میکنه، این رقص به این قشنگی رو میکردن. تو خودت برای مردم اینو توضیح بده. آره، و مخصوصا چون آهنگ میگه موهای مشکیه تو، ولی دختر بلاند میگه. خب البته تو میدونی راجبش هم صحبت کردیم، چون تو خودت هم هنرمندی، هم هنردوست و هم هنرشناس. این آهنگ راجب این دختر خانم نیست، این دختر خانم و ما موزیسیان ها داریم این آهنگ رو اجرا میکنیم. مثل بله که شما میرین، یه نفر داره اون آهنگ رو با فیزیکالیتی، با رقص، با کوریوگرافی داره آهنگو اجرا میکنه. دقیقا. این دختر خانم اون آهنگو داره اونجا در
در حضور ما اجرا میکنه. دقیقا. ولی آهنگ راجع به این دختر خانم نیست. پس موهاش هر رنگی میتونه باشه. یکی از هنرمندانی است که در این ویدیو اجرای هنر میکنه. بسیار عالی. ویدیو قشنگش هم کجی درست کرده؟ طبق معمول 4K شوت کردی نه؟ 4K شوت کردی. خیلی تصویر تمیز. خیلی عالی. تو یکی از ساختمان‌های داونتاون لس آنجلس اون بک‌گراند رو که می‌بینید داونتاون، چون بعضیا فکر می‌کنن گرین اسکرین استفاده شده و این عکسه. نه، این طبقه پنت هاوس یه ساختمان قشنگه در داونتاون و باید بگم که فقط کجی میتونه یه اینطور تصویرهایی بگیره که یه آدم بدریختی مثل من اختیاری از اون شکست نفسی ها میکنه. اتفاقا سویتنس از تمام وجود اندی تراوش میکنه. بچه ها که الان همه توی آشپزخونه دیدنش، فریبای عزیز، مانی اونجا بود. مانی از دخترش گفت که از کوچیکی عاشقانه اندی رو دوست می‌داشته. از اون ور قضیه فریبا گفت اصلا تو یه چیزی هستی میای اینجا همه دو. یعنی به واقع شخصیتش یه جوریه که دیگه نمیشه کارش کرد، دیگه دوست داشتنیه. به همین خاطر از وقتی الان صحبت می‌کنیم فروش در ونکوور عالیه، ولی می‌خوایم سولدات رو ببینیم اونجا. اینجوری بهتون بگم و حتماً روز شنبه اگه دارید شنبه نگاه میکنید زنگ بزنید و برید و این کنسرت بزرگ رو برید عشقش رو برسید به قول معروف. و حالا که صحبت از استوب داگ میکنیم بریم با همون قسمت رو ببینیم. خیلی خوشگله. بریم با هم نگاه کنیم ببینید آهنگای اندی چه کرده. حتی یکی از بزرگترین های رپ داره آهنگ او رو میشنبه و میرقصه. هاشو باز با من برست تو گل بریزم زیر پاد تا به آتیش بکشی سخنه رو با دل بریاد هاشو را باید برستم همین یه ذره چه قوقایی به پا کرده باشالله رکورد چکن. آره از دیدگاه تو شاید یه چیز دیگه باشه، ولی ماها که اینو گوش میدیم و ببینیم که یه همچین خواننده معروفی میاد با آهنگ تو میرقصه، این برای ما خوشحال کننده است. بله، خب همونطور که گفتم اولا باید از پاکسیما برای ترانهش خوشگلا باید برقصم چشمازر برای آهنگش تشکر کنیم. و اینکه تصور کن یه روزی من و پاکسیما و منوچه نشستیم تو خونهش، داریم چای میخوریم، خورما میخوریم، یه سالم، یه آهنگ شاد، آهنگی که تمام ایران باش میرخصن و احساس خوبی به خانواده ها میاره، بعد یه دفعه تمام دنیا اینو گوش میکنه به زبان فارسی گوش میکنن و میگن بابا این ایرانی ها عجب موزیکی دارن، عجب فرهنگ شادی دارن، چون میبینی اینا که چقدر خودشون خوشحال هم وقتی میرسن. خب این منو خوشحال میکنه که بالاخره زحمت های هممون به نتیجه مثبت به گل میشینه. همینی که تو دنیا راجع به ایرانی حرف بزنن و مثبت حرف بزنن، این پروپاگاندای منفی هی راجع به ایران نشه، این یک موفقیته. دقیقاً با یکی از خواننده های به نام ارمنستان با آرمن خوندی نه؟ آرمان جان. به 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 آرمان یکی از بهترین های ارمنستانه. آفرین. که اتفاقا به خاطر همونم پارسال در لاس وگاس که اونا هم خیابون مشاهیر هنرمندای دنیا رو دارن، مثل هالیوود اینجا، بله تو لاس وگاس هم اینجا آمریکا، بهش ستاره دادن. آفرین. برای همین هم پرودوسرهای ویدیویی که با هم می ساختیم فکر کردن ستاره منو تو هالیوود، ستاره آرمان تو لاس وگاس، با هم دیگه یه ویدیویی درست کنیم. باه باه. که خیلی آهنگ قشنگ بود. موافقی بریم ببینیم؟ حتما. بچه ها آهنگ رو حاضر کردین؟ بریم با هم نگاه بکنیم. Guardian Day in Hollywood.
بسیار عالی، بسیار عالی. این آهنگ زیبا و چقدر جالب بود آخرش بارزی خون آرمان. آره خیلی چقدر جالب. چطور بود این شعرشو کی گفته؟ باز شعرشو پاکسیما راست میگی؟ بله و خودشون پیشنهاد کردن که دلشون میخواد فارسی بخونن. آرمان یکی واقعا یکی از قوی ترین و صداش هم پرقدرت، یکی از بهترین خواننده ارمنستانه. خیلی پاپیلاره، خیلی تاپه، تو لاس وگاس بهش ستاره دادن و خودش هم پیشنهاد کرد که این آهنگ رو میخوام بخونم که من حتما. خودش میدونست که یکی از قوی ترین های ایران که استادیوم های 6-7000 نفری رو پر کرده چندین و چند بار، دو تا آدم قوی در کار در کنار هم بودن و این آهنگ رو خوندن، خیلی به جا و عالی بوده. بله و برای من خود باعث خوشحالیه که ارومنه و ایرانیان اینطوری با هم دوست هستن. بله الان آهنگای از دیرباز دوست بودن. بله همیشه دوست بودن، همیشه. خب از کنسرتت برام بگو اندی جان، من میخوام ببینم چه بر شینی با تو میخونه. شینی هم با من هست. شنبه شب برنامه خیلی خیلی تاپی آماده کردیم برای ونکوور. اتفاقا هفته قبل شینی یک آهنگ آمریکایی، یعنی کانتری راک، با یک خواننده آمریکایی دو صدایی خوندن که امروز الان تو آمریکا یواش یواش داره محبوب میشه. ویدیوش هم وحید بچه‌ها دارن، خیلی ویدیو شیکی در اومده. پس بچه‌ها
بله خودش فکر می‌کنم نیست. به به خودش. بریم با هم نگاه کنیم. شنی. Down from 9 to 5, can't wait to throw one back, or maybe two. Sometimes a girl just gotta blow off steam, meet her girls and booze it up to get her head back on track. Ain't that the truth? Once I punch out, you know that I can't wait. I can't wait. Walk through that door and throw my arms around your waist. Shake, 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 shake off the bottom. چقدر خوشحالم که این آهنگ رو ما روز دوشنبه پخش کرده بودیم. دنبال آهنگای شینی عزیز میگشتیم و بعد این آهنگ رو دیدیم. برای ما توصیف بده. این آهنگ رو شینی با سیمون خونده. آهنگ دو صداییه. سیمون فیچرین شینی و خب کانتری راک. کانتری راک تو آمریکا خیلی پاپولاره. خیلی پاپولاره. فیلمش چی؟ فیلم شینی تموم شده. هارد اسید و الان تو پست پروداکشن هستن. خودش هم اکت میکنه، یعنی هنرپیشه هم هست. هنرپیشه هست، هم یکی از پرودوسرهای اصلیشه. باه باه. توش یک آهنگ تیم سانگشو شینی ساخته و خونده. آفری. و خیلی فعاله. بسیار عالی. کار کنه، پول در بیاره که ما دیگه کار نکنیم. باه باه. من که تو رو میشتازم علی جان، تو تا روز قیامت هم که انشالله 120 سال زنده باشی تو همیشه میخونی و خوندن تو رو مردم دوست میدارن، بهت اونس گرفتن. برای همین هر جا که هستی هزاران نفر به دیدار تو میان و این اتفاق در ونکوور هم خواهد افتاد. عزیزان حتما اگر تو الان بلیتاتون رو نخریدید 100% بلیتاتون رو بخرید و به این کنسرت بزرگ ونکوور برید. اگر هم روشنبه است برید حتما ببینید که جا هست، حتما حضور داشته باشید. خب مهمترین چیز اینه که
کفش های رقصتون رو باید بیارید. باه باه. حالا چون خیلی ها فکر میکنن با عجب جای قشنگیه، صندلی های مخمل و اینا، خود مؤدب بریم بشینیم. نه از این خبر ها نیست. آفرین. کفش های رقص رو بیارید اونجا میخواییم بزنیم. میتره کنیم. میتره کنیم. بهتره باه باه. عالیه. ایرانی ها فقط چیزی که بلدن پارتیه. ماشاءالله. درود بهشون. و میدونید که آدینس و علاقمندان و شیفتگان کار اندی بیشتر جوونا هستن، خونواده ها هستن که خودشون ناقل پیغام هستن، مادرها، مادر پدرها، پدر بزرگا، مادر بزرگا، اونا که میگن اندی رو میبینن به همه منتقل میکنن. بچه ها چه نشستید برید و حالش رو بکنید در کنسرتی بزرگ در ونکوور. من از کنسرت گذار خوبمون از فورکس چان آقای بابک تشکر میکنم، چون گرونترین سالن ونکوور گرفته، قشنگترین پروداکشن برای ما آماده کرده که ما هموطنمون رو جمع کنیم یه شب با هم در کنار شادی داشته باشیم. یک آهنگ خوشگل اندی رو به نام انتظار برای آخر برنامه امروز انتخاب کردیم که براتون پخش بکنیم. یک دنیا ازت تشکر اندی جان، اومدی هر موقع که میای واقعا با اون اینفورمیشنایی که درباره فعالیتات میدی، من میدونم علاقمندان تو خیلی خوشحال میشن و ازت ممنون هستم که هرگاه برنامه‌های اوکیژنی هم داریم تو همیشه حاضری و در این برنامه شرکت. با کمال میل. ما هم تو این شهر داریم زندگی میکنیم. زنده باشی. بده بستون داریم. بابا بابا دیگه کمک میکنیم و موسیقی میاریم تو خونه‌های مردم. زنده باشی. تو همیشه کمکات با ما بودی. قربون همه شما. خانم آقایان، دوباره برنامه‌ها رو ببینید. با اندی عزیز، این خواننده محبوب و بزرگ ایرانی، برای شما مسابقه داشتیم به بهانه ونکوور شنبه. اگه دارید شنبه ببینید میشه همین امشب. قربون شما. من بیاد
سرم بیو انتظارم سرم بیو آشنای من بیو دل من تاب نداره چشم من از انتظار روز و شب خواب نداره با صدای خنده خوش تو گوشم زنگ میزنه حسرت بودن سینم و جنگ میزنه یکی از راه میرسه اون که با عشق آشناست برای تنهاییم هدیه دست خداست انگار از جاده میام بوی خوب دامنش دلیل بودن من لحظه رسیدنش لحظه رسیدنش سوم جولای بزرگترین گرد همایی ایرانیان در ونکوور در سالن باشکوه اورفیم با چهره مطرح موزیک پاپ ایران در صحنه های بین المللی اندی چهره محبوب و دوست داشتنی شنی تبلیغ بلیت در forexshines.com تلفن اطلاعات 604-512-0303 Saturday, July 23rd Andy, شنی Live in Vancouver